توی ویدیو میخوام حواشی عجیب ازدواج بهنیا از بلاینه تو با هم ببینیم که خیلی سر و صدا به پا کرد و از اونورم بسته شدن پیج مرام، به علاوه کلی خبر حواشی عجیب و غریب دیگه مثل واکنش بهنیا و خیلی اتفاقای دیگه. پس حتما آخر ویدیو جنجالی رو ببینید، مطمئن کلی کیف کنید و لذت میبرید. خب بچه‌مون، تو که میدونید بهنیا به خاطر اینکه پارتنر داشت و خیلی هم گفتن شوهر داشته و تو بلاینه شرکت کرده، خیلی حواشی عجیب و غریبی داشته. بعد دستگیری وینی حواشی عجیب و غریب پشت سر هم داره پخش میشه و تو کل اینترنت میپیچه، مثل ازدواج کردن بهنیا، واکنش کمند و مرام و خیلی از بچهای دیگه. اینطور که معلومه کلی ویدیو از بچه‌ها اومده بیرون با اینکه پیجشون بسته شده. میخوام بریم ویدیوی کمند، بهنیا، مرام و خیلی دیگه رو با هم ببینیم که با اینکه پیجشون بسته شده بازم دارن کار میکنن. حرف اضافی نمیزنم، کلی خبر اومده. لایک این ویدیوتون نره، سابسکرایب چون یادتون نره، بذاریم سراغ ویدیو. اولین ویدیو واسه کمنده، با اینکه پیجش بسته شده باز کلی ویدیو ازش داره میاد بیرون که خیلی ها رو ناراحت کرده. آه ببین کی اینجاست. سلام. خوش اومدی. بخوام ببینم. لبه دندون مثلا کامپوزیت هم. دوتایی جلو بره. سرده خورده اون چه کسی. یه توشون بزن. خب میخوایی اونا نقص کنیم با هم؟ کمن چی میخواد از ما؟ یک. میخواد سفت دندونش زره سفت تر بشه. دو میخواد جمعگیری بکنه. سه این لبه های دندونش که قبلا کامپوزیت شده میخواد اونا عوض بشه و خوشگل تر بشه دیگه. اونها بول نخواد. دندونه پایین هم کلاپر شده هم میشه درست کرد؟ بله میشه درست کرد. یعنی خدایی دیده بودی یکی بیاد دندون پزشکی اینجوری واسه خودش هم همینطوری چت کنه و دایرکت جواب بده و الله همه قوانین ما رو زیر پا گذاشته دیگه. اینم روش دیگه ببین دیگه واسه خودش. خب کار کمنجون تموم شدش. یه کار خیلی نچرالی براش انجام دادم که اصلا برای دندوناش دست نخورد، خودش اصلا دوست ندارد. چقدر خوب شد. ضعیفتر از قبلیه و قبلیه اینجاش پر بود، الان باریک شده، خیلی خوشگل شده. ضعیف خانم دکتر خیلی شنیده بودم اینکه ضعیف کار میکنن و واقعا الان راضیم، خیلی خوشگل شدن. دومین ویدیویی که کمن تو این چند روز اومده بیرون که خیلی هم گفتم با اینکه کمن پیجش بسته شده ولی هنوز داره فعالیت میکنه. به غیر از کمن بچهای مختلف دیگه دارن هنوز فعالیت میکنن، مثلا مرام و ستاره رفته بودن دید که یه سری عکس ازشون پخش شده بود، از اونورم خود کمن، خود بهنیا، خود مرام هنوز ویدیوهای مختلفی ازشون پخش میشه. مرام یه پیج دوم زد که واسه بار دوم باز بسته شد و اصلا معلوم نشد پیجش چی شد. الانم این ویدیو از کمند به بقیه بچه اومده بیرون که خیلی رو ناراحت و عصبانی کرده که هیچ خبری از وینی نیست و واقعا هم وینی هیچ جا واکنشی نشون نداده. این نشون میده بچه ها دستگیر نشدن و اجازه فعالیت دارن، ولی باز با توجه به بسته شدن پیج مرام نمیدونم واقعا قضیه چیه. هنوز میتونن فعالیت کنن، نمیتونن، از وینی خبری نیومده، از اشکان خبری نیومده و واقعا نمیدونم بعد چی کار بکنیم و چه خبرهای قرار بیاد. اگه من کنم اصلا دوست ندارم با هم بردم، ولی خب چون که تعریفتون شنیدم من امتحان کنم چه شکل میشه. دیگه تو من برو ما نمیزن خودشون درستش کنی. خیلی واقعا راضی بودم. فکر میکردی اینجوری؟ نه اصلا فکر کنم الان یه خط میافته ابروام نازک میشه. خیلی خیلی خوب بود ابروهای خودم ولی تمیز شده. عید تو، عید من، عید همه مبارک، مهمونی بهاره، بهاره من مبارک. این ویدیویی بود که از کمن تو این چند روز اخیر اومده بود. یه سری عکس هم از مرام و ستاره پخش شده بود که خیلی هم گفتن با هم رفتن دید، که بعدا ستاره تو کانال تلگرامش گفت نه این مربوط به تبلیغاتی بوده. ولی واقعا نمیدونم چی بگم، خیلی خیلی شبیه مرامه که ستاره قبول نکرد و گفت هیچ ربطی به مرام نداره. اما حواشی بچه ها خیلی تو این چند روز داغ‌تر شده. یه سری حواشی از ازدواج بهنیا اومده بیرون و یه سری ویدیو از ازدواج بهنیا اومده بیرون که بهنیا این ویدیو رو منتشر میکنه و بعدش هم واکنش عجیب و غریبی بهش نشون میده و بهنیا واسه اولین بار نسبت به بلایندی تو بسته شدن پیجا و اینا واکنش نشون میده که خیلی جالبه. میخوام همه رو با هم بریم ببینیم. راستش ازدواج کردم. این مدت کوتاه. آره دقیقاً
های مدل یا آقای من راضی نیست که توش پرت خواهیم برم و این چیز رو پیجا رو ببندم لنز بذاریم برات حتی رو قرآن داستان ها پشت این لنزه بود این خواستم برم و سه زرد و گفتن که یه میکاپی انجام بده که با هاش ویو گرفته پیجه میکاپی رو خودشون اتخاب کردن که لنز لنز دوست نداری نه به نظرم چشم خود پاشکل کرد دیگه بابا فکر میکنی انقدر همه جوره پشتم حرف بود که این هم به تو اشتباه گفتن الان خواهم بشم این خدا بخواهم تجربه مدل عروس خیلی ساده و قشنگ بود چه خیلی مثلا ابرام خیلی فرمش خوشگل شد همشون باز میگه بهنیه اومد بیرون که خیلی هم گفتم بهنیه واسه حواشی داره این کار رو میکنه لباس عروس پوشیده بود و اینا بعد بهنیه گفت نه من این کار نکردم و ربطی نداره به خاطر مدل بودرم و یه چیز خیلی عادی و از اینجور صحبت ها ولی ویدیو رو که میبینی بهنیه داره گریه میکنه و واکنش عجیبی داره نشون میده نسبت به ازدواجش و اینا و یه جوری انگار واقعا میخواد اون حواشیه رو به سمت خودش جذب بکنه اما کاری به اینا ندارم بهنیا بالاخره بعد این اتفاقا تو کانال تلگرامش واکنش نشون میده به تمام این حرفا همکنون باز میگویم میان این گواهان میان این گواهان وفادار تو خواهم وفادار تو خواهم در هر لحظه در هر لحظه نه همچین خبره ای نیستش یه پروژه بود واسه میکاپ که من انجام دادیم طبیعیه این چیزا در بیاد جدی نگیریم ناراحت نیستم بابت حالی که الان دارم به خاطر اینکه مقصرش خودمم این هم بگم این اولین واکنش بهنیا بعد بسته شدن پیج تمام بچه های بلایند دیت وینی اشکان و خیلی دیگه است که بهنیا اینجوری واکنششون میده به خیلی از چیزا و کلا هم یه سری ها میگفتن بعد بلایند دیت حالت خیلی بد شده حالت خیلی مثلا غمگین تر شده و از اینجور صحبت ها که بهنیا میاد نسبت بهش واکنش نشون میده ماجرا خیلی جالب تر هم میشه بهنیا حرفایی میزنه که تا حالا نزد یه سری اتفاقات مقصرش منم یه سری اتفاقات هم نه مقصرش عامل بیرونه خب و بابتش ناراحت نیستم چون میدونم هیچ چیز ثابت نیست بگو که داری با من شوخی میکنی بگو که این سوال اصلا جدی نپرسیدی اینجا خیلی هم گفتن این حرفا که داری میزنی نسبت به رنلیه که اینجوری بهنیا واکنش نشون میده نه عزیزم همچین خبری نیست به این به عنوان دختری که دقیقا توی همچین موقعیتی قرار گرفته یعنی از نظر احساسی همچین ضربه ای خورده که طرف اصلا قصد و غرضی نداشته ها یعنی دوست داشتن کاملا دو طرفه بوده بی نهایت منو میخواسته ولی یه سری رفتارها انجام دادی که اصلا بی فکر و بی منظور بوده ولی من رو داغون کرده خب که باعث شده تو اوج دوست داشتن همدیگه رو ول کنیم خب و دیگه راه برگشتی نمونه به عنوان همون دختر میخوام بهت بگم که هیچ راه بازگشتی نداره یعنی تو هیچ کاری از دستت در حال حاضر بر نمیاد چون اون آدم به اندازه کافی بیش از حد توانش ضربه خورده انگار دیگه نمیتونه تحمل کنه گنجایش ضربه های بعدی رو از تو نداره حالا تو هر چقدر بیای بگی نه من دیگه اون کار یکی حواشی که واسه بهنیا ایجاد شده بود این بود که بهنیا شوهر داشته پارتنر داشته و همزمان با رنلی که داشته برنامه رو اجرا میکرده کلن اینجوری بوده که آره با پارتنرش هم داره صحبت میکرده و از اینجور صحبت ها که وینی گفت این حواشی ادامه ندید پشت سر بهنیا صحبت نکنید دایرکت داد خیلی صحبت حواشی عجیب و غریبی این وسط اتفاق افتاد اما خب از اینکه بگذریم تو این چند وقت یه سری اومدن یه سری چت‌های خیلی قدیمی از بهنیا پخش کردن که توش داره فحاشی میکنه توش داره خیلی چیزای عجیب و غریبی میگه از پاردنش صحبت میکنه از خیلی چیزای دیگه صحبت میکنه الان خب بهنیا راجبه عشقش صحبت کرد رو از اینجور چیزا و آخرین صحبت که بهنیا میکنه بعد این صحبت ها اینه که بعد بلایند دیت چه اتفاقی واسش افتاده نمی کنم نه من اینجوری میکنم اونجوری میکنم فکر میکنم که بیفایده باشه زمانی همه چی درست میشه که خود اون دختر برگرده سمتت ای باید بذاری یه مدت بگذره تنها باشه بتونه هندل بکنه با خودش که آقا پسرم مثلا کار کرد
قصدی نداشته، اینجوری بوده اونجوری بوده. اگه واقعا دوست داشته باشه خودش راه ارتباطی رو با تو کانکت میکنه، اصلا یعنی قطع نمیکنه، کاری نمیکنه که تو هیچ جور راه ارتباطی باش نداشته باشی. خب پس دوست داره که قطعا اگه راهی هم وجود داره، حتی اگه بهش پی ام بدی بلاکت نکرده یا هرچی، دوست داره که همه اینا هنوز هست. شاید باورت نشه ولی هیچ جای ذهن من اینا نیستن. اینجا یکی از طرف داره بهنیا ازش پرسه که به خاطر بلایندی تو بسته شدن پیجا و دستگیری عجیب و غریبی که اتفاق افتاد اینجوری، که بهنیا اینجوری واکنش نشون میده نسبت این صحبت ها. چه جمله گفتی؟ نه که کلن نبودن ها، همون مثلا دو روز اول، همون اوایل، آره در حد دو سه روز، آره کلن هفته و دو ساعت، آره. ولی به بعدش اگه بهنیای مثال 4-5 سال پیش بود، آره کل دغدغه روزمره‌ام میشد همین چیزایی که تو الان گفتی. خب ولی اون چیزی که الان من هستم تو سن 24 سالگی، انقدر مشکلات و دغدغه های بزرگتر از اینا دارم که اصلا این چیزی که تو گفتی کاش فقط این بود، یعنی حاضر بودم همه دغدغه هام تموم شه، کل دغدغه هم همین چیزی که تو میگی باشه. انقدر ناچیز و کوچیکه واقعا، اصلا به چشم نمیاد. خدای راست میگی، واقعا پشما میزی، اصلا اهمیتی نداره برام. خیلی بچه این هم ویدیو امروز، حتما ادامه ویدیو لایک کنید، سابسکرایب بشن یادتون نره، نوتیفیکیشن هم کنید تا اولین فرصت اخبار باشی دنبال بکنید. این ویدیو اینجا میاد خیلی خفنه، حتما نگاهشون بکنید. عشق من تا ویدیو بعدی میبینم اتون. بچه ها تا الان هیچ خبری از وینی نیست و وینی هیچ اجازهی واسه فعالیت نداره، هیچ خبری نه تو تلگرامش میاد نه تو یوتیوبش. از اونور اشکان فعلا داره ویدیو قدیمیش رو به صورت شورت تو یوتیوبش میذاره ولی اجازه هیچ فعالیتی نداره. حتما اگه خبری باشه سریع واسه تون میذارم. حتما ویدیو رو لایک کنید، با این کار میتونید کلی بهمون کمک بکنید. نوتیفیکیشن هم آن کنید تا اگه خبری اومد سریع واسه تون بذارم. خیلی دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی میبینم بهتون. بای بای.